به شم هشم کتاب ارخوت صدیقین شعر گعوا و یه ترهاره به انسان به خاطر که انسان رو فری بده به انسان اینجوری میگه که تو دیگه رسیده ای به درجه دانش و به درجه خسیدو چه از نظر تورا و شایسته است برای تو حالا چه از نظر تو را چه از نظر علوم دیگه یه ترهاره میاد بهش میگه که تو باید تعجیل کنی و سعی کنی که در نظر مردم آبرو پیدا کنی و چا... که مردم بیان و چاپروسی تو را کنن تو خود به اونا نشون بدی و آشکار کنی برای آنها عقلتا تا و خوب بودن تا چرا که مردم بیان و تو را دوست داشته باشن یعنی به این نیت برو عقلتا و اون دانش تا به دیگران نشون بده که دیگران تو را دوست داشته باشند. و براش میاره دلیل از صحبت های خخامیم که در کتاب که در پیرقاوت میگه کل شروع و خبریود نو رو و هر شخصی که مردم از اون راضی باشن حقا باروخو خو از اون راضیه و با این دلیل میاد اون شخصا یه سراره فری بش میده و تمام اینها دلیل های دروغه چون این عقیده شاخ و برگی داره از جواب و تکبر اول انسان باید اینا بدونه چیزی که در کتاب میشله نوشته بیرتوت ادونای درخ ایش گم اویباو یشنیم ایتو کسی که بیاد رضایت هشم انجام بده و در راه عقادش با قدم ورداره لیشماه به صورت درست به خاطر خود خدا دشمناش هم میان و زیر دست اون میشن و با اون صلح میکنن و این چنین پیروش این پاسخه اگر انسان سعی نکنه که بره دنبال اینکه آبرو در نظر مردم پیدا کنه به خاطر اعمال خوبی که انجام میده یعنی نیتش وقتی که اعمال خوبی انجام میده به این نیت نباشه که مردم مدح و تحسینش کنن با این اگر نیتش این باشه با وجود این مردم اونا دوستش دارن چرا که این دلیل بزرگیه که حق دشوار اونا دوستش داره چرا که به نیت تکبر و بزرگی اعمال خوب انجام نمیده اصل نیتش به خاطر خداست و این باعث میشه که حق دشوار اون احوا و محبت ها در قلب انسان ها بکاره یعنی ایجاد کنه در قلبشون که اون آدم ها دوست داشته باشن و همیشه نام اون آدم به خوبی بر سر زبونه انسان ها باشه پس ما اینجا متوجه میشیم که اصل این موضوع دست هشمه که باعث که انسان در نظر مردم آبرو پیدا کنه پس انسان باید وقتی میسوای یا اعمال خوبی انجام میده به خاطر این نباشه که دیگران اونا مدهش کنن و دیگران اونا دوستش داشته باشن شالون